برنامه خداوند یکتا با عرض سلام خدمت شما بیننده های عزیز افغان نیوز با برنامه کاوش خبر داغ خوش آمدید. در کنفرانس بن دوم دولت افغانستان متحد بران گردید که زندگی مردم ملکی را محافظت بکند و یکی از وظایف اساسی دولت نیز زمین ارزش بوده، ولی متاسفانه امروز که روز دهم محرم می باشد و این روز در نزد همه مردم مسلمانان جهان مقدس می است، دشمنان افغانستان در چند شهر کشور عملات انتحاری را انجام دادند که باعث کشته و زخمی شدن تعداد زیاد از هموطنان ما گردید. این موضوع را من مصطفی فیضی را با مهمانان گرامی خود هر یک جنرال هیگل سلیمان خیل آگاهی امور نظامی و خدای نظر سرمچار عضو حزب حق و عدالت به بحث میگیریم. مهمانان گرامی سلام بر شما و برنامه ما خوش آمدید. جنرال صاحب میخوایم با شما آغاز کنیم. امروز در شهر کابل، قندهار و مزار شریف حملات صورت گرفت. تحلیل شما از این عملات چی است؟ دلوی بخون که خدای پنامه د افغانیوس تلویزیون کارکونکو اولیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. ګوره د نن حملاتو په ارتباط که داسې موږ ژور فکر وکړو، پاکستان په مراتبو دا ویلي دي چې د افغانستان ته د صلحې د راوستو په پروګرام کې یا د صلح راوستو په جرګه کې د پاکستان چې څو موجود نه وي افغانستان ته صلح راتلی نشي، او باید افغانستان او جهان که چېرته افغانستان ته صلح راولي نو باید پاکستان په جریان کې واچوي او پاکستان هم باید په دې مذاکراتو کې شاملي. ولې بدبختانه متاسفانه یا هر څه چې وایو دا چې د بند کنفرانس یو هفته یا دوه هفته مخکې پاکستان په کومه پوستانې حمله کېږي هغلته د دوی پوستې ته هر څه منظور چې وو هر څه تلفات ورته اوري، پاکستان دا غزان د پاره بانه نیسي او د بند په کنفرانس کې اشتراک نه کوي. نو پاکستان اعتراف کړی ده چې بې د پاکستان د موجودیت نه افغانستان ته صلح راتلی شي، او پاکستان هم لپاره د دې چې د افغانانو دپاره یې ښودلی وي چې دغه پاکستان ده چې تاسو ته صلح راوستی شي، او د بن د کنفرانس نه یوه ورځ چې هغه ختم شو یوه ورځ بعد یې په افغانستان کې داسې یو فجیع حرکت وکړو چې په دې دای محرم په ورځ دی چې کفر هم په مسلمان نه داسې حملې نه کوي لکه پاکستان چې د افغانستان بې ګناه خلک یې د وینو سره ولمبول او دا حملې یې وکړه. پس جنرال صاحب شما به یقید هستین که یک سال عمل پاکستان به خاطر عدم حضورش در کنفرانس بن دوم است؟ زه په دې نظر یم، ځکه په دې نظر یم چې دغه توریستان تسلیحوي هم دوی، تربیه کوي هم دوی، رالیږي هم دوی، معاش هم دوی ورکوي، تمویلوي هم دوی یو، او بل دوی خپله ویلي دي چې موږ پاکستان چې د افغانستان ته په صلح په پروګرام کې شریک نه وي افغانستان ته صلح راتلی نه شي. دوی خپل اعترافات دي او دا د افغانستان دپاره یو سیګنال ورکړو. زه په دې نظر یم چې دا یو سیګنال د افغانستان دپاره ورکړو چې یو پرون د کنفرانس خلاص شو پاکستان، او نن دغه عمل در باندې وشو. دا د ما په نظر د پاکستان مطلق د پاکستان لاس ده، او پاکستان دا کار کړی ده، او پاکستان دغه افغانستان ته دا یو سیګنال و چې که هر څومره جرګې وکړي چې پاکستان پکې نه وي پاکستاني، او تاسو امنیت نشي راتلی. تشکر آقای سرمچار، چه فکر میکنید در عقب این عملات که امروز در شهر کابل، قندهار و مزار شریف صورت گرفت، دست کی ها و کدام کشور خواهد می باشد؟ پیش از همه ضمن عرض سلام و ادب به شما همان طوری که جنرال صاحب اشاره کردن، این مسئله ای است که بارها پاکستان دولت مردان پاکستان اعلان کرد بله کلید حل مشکلات افغانستان به دست ما است. اگر کسی مدعی میشد و چنین ادعایی میکنه که کلید حل مشکلات ما هست، یعنی تداوم جنگ و مشکل افزایی و مشکل آفرینی هم بس به دست ما بعد شک در این وجود ندارد که اما تر جنرال صاحب گفتن مطمئنن من اما فیده استم بازی من که پاکستان می که هم بر مردم افغانستان و هم بر دنیا اما طور که مدعی است ثابت بسرده ادعای خدا که ما که میگم که در اینجا
نقش بالاتر از هر کسی دیگه نقش بالاتر بازی میکنیم این باید به نمایش بگذاره و دنیا ببینه و تایید بکنه که پاکستانیایی که چنین ادعایی دارن به واقعیتش چنین امکاناتی هم دارن. به هر صورتش ما نباید این مسئله را فراموش کنیم که ما یک کشور در حال جنگ هستیم. وقتی میگیم جنگ در کشوری در حال جنگ هستیم، معلوم است که مخالفی داریم، معلوم است که دشمنی داریم، معلوم است که در مقابل خود در برابر خود کسایی را داریم که در با ما می جنگن و هیچ زمان دشمن بر دشمن دیگه هیچ نوع تراهم و فقطی نداره. آنچه که از دستش بیایه او کار انجام میده. مثل که ای امروز بدترین، شنیترین و قبیترین عملی است. نفرت انگیزترین عملی است که در یک روزی که برادران مسلمان ما به مناسک دینی خود و به شهادت امام حسین علیه السلام اونا دارن به اصطلاح بزرگداشت انجام میدن، اینا میان و چنین عملی را انجام میدن که با واقعیتش من نمیگم که اسلام ها خود هیچ نوع مسلمانی چنین عملی را قبول نمی کنن. حتی همون کسایی که ما برای از اونا کلمه کفر اطلاق می کنیم، همون کسایی هم در چنین روزی که زن و طفل و خرد و کلنگ در اونجا وجود دارن و همه مردم بیگناه و آنم به خاطر عقیده که دارن در اونجا جمع شدن، بیان چنین یک عملی را انجام بدن که همه بیگناه ها را به خاک و خون بکشانند. از این خاطر میخواستم که بگم که به نمایندگی از حزب قاعده، از حزب قاعده علت حقیقتا نمیدون که عمل تنها نمیدون که شنیع است، قبیح است، زشت است، بلکه شدیدن چنین عملی را ما محکوم میکنم. تشکر. جنرال صاحب، آقای سرمچار گفتند که پاکستان اعلان کرده که کلید حل مشکلات افغانستان و آوردن صلح و ثبات افغانستان در دست ماست. پس چرا دولت افغانستان نمیخواهد به پاکستان مراجعه کند و در افغانستان صلح و ثبات را بیارد؟ افغانستان خو مراجعه کرده، افغانستان خو رئیس جمهور دی افغانستان او په مراتبو د پاکستان نه تقاضا کرده چې په دې صلح کې اشتراک وکړي، لکن پاکستان په د افغانستان ته د صلح پر راوستو کې صادق نه ده او دوه مخه سیاست لري. افغانستان نه په هیڅ نه غواړي چې افغانستان کې صلح راشي، افغانستان کې یو قوي دولت موجود وي. دا په دې خاطر چې افغانستان کې دوی داسې دولت غواړي چې دوی نشانده وي او د دوی د خواسته هاو طرفدار دولت وي، او افغانستان دائم د دوی د اقتصادي چارو بازاري دلته د دوی بازاري دلته وي. او په دې خاطر اما افغانستان د پاکستان په مورد کې افغانستان وروري ورته ویلي دي، حتی افغانستان حملې پې کړي دي، افغانستان د دوی په مقابل کې کوم داسې عکس العمل نه ده ښودلی چې باعث د مخالفت د دې شي چې په صلح کې د اشتراک ونه کې کومک دې ونه کې. ولې پاکستان ډېر ژور او تاریخي اهداف لري د افغانستان دپاره. افغانستان قوي نشي تحمل کولی که افغانستان قوي وي، که افغانستان پخپو ولاړ وي، که افغانستان د اقتصادي نقطې نظر نه هم چاته محتاج نه وي، او دا چون استراتیژیک اهمیت ډېر قوي ده، نو پاکستان د دې نه حراس لري چې دوی د تجزیه سبب افغانستان ونه ګرځي. آقای جنرال صاحب، شما گفتن که تا که افغانستان چندین بار بر پاکستان پیشنهاد کرده ولی پاکستان است که سیاست دوروی بازی میکند، پس چرا دولت افغانستان و با جامعه جهانی و سازمان ملل متحد شکایت نمیکند و چرا از او طرف نه از او طریق نمیخواد بالای پاکستان فشار بیاره تا در افغانستان صلح و ثبات و دیگر همچو عملات زشت در افغانستان اتفاق نیفتد؟ نو تا خبر خوری سیده، لیکن پا افغانستان که خو نریوال طولنه موجوده ده، پا افغانستان که خو امریکا موجوده، پا افغانستان که خو ملل متحده موجوده، پا افغانستان طول کرنه
ټول چارې ټول امنیتی چارې ټول اقتصادي چارې ملل متحد امریکا ناتو نړیوال ټولنه دا ټول دخیل دی پدې کې دا خبر دی پدې کې زه داسې تصور کوم افغانستان د نړیوال ټولنې ته د پاکستان چې د خواستاوي نه منل کېږي کوي ویلې وی هم حتی نړیوال ټولنه امریکا او ناتو زه داسې فکر کوم چې دا به کوم مشکلات ولري چې د افغانستان خواستاو ته مراجعه نه کوي دا به څه اهداف ولري چې خپل اهدافو ته به نه وي رسېدلی چې په پاکستان یې فشار نه راوړي دغلته یو اشتباه د پردې تر شا یو اشتباه سړي ته متصور کېږي بله تشکر آقای سرمچار دشمنان افغانستان بر بنیاد چنین عملات خود کدام اهداف ویژه را میخواهند تعقیب کنند و در افغانستان چنین عملات را انجام میدهند بدون شک به نظر ما در اینجا از دو بود از دو قضیه ببینیم یکی باید حرف اولی خود تکرار بکنیم که میخواهند توان و قدرت خود در تداوم جنگ و ناامنی در افغانستان همانطوری که مدعی شدند بر جهان ثابت بسازند و بود دیگری قضیه هم فقط میخواهند که این کار به خاطر وحدت شکنی و یک آغاز جنگ نو بین به اصطلاح مذهبی بین مذهب شیعه و سنی در افغانستان براوندازند که بدون تردید اگر موافق شوند به چنین کاری را انجام بدهند که به نفع پاکستان هست تا چه اندازه موافق شدند فعلا با انجام همچه عملات خود به اهداف خود تا چه اندازه رسیدند؟ من هیچ باور ندارم که پاکستانیا از طریق دیگه ممکن است موافق شوند ولی پاکستانیا به هیچ وقت در این کار موافق نمیشن که اونا فکر کنن که بین شیعه و سنی در اینجا جنگ را برای اندازن به خاطر که اینا کسایی هستن سنی ها و شیعه ها که قبرستان مشترک دارن و جنازه از اینا بر سرشانه یک دیگر در اونجا برده با. و همیشه در کنار خود بودن اینا از امروز به هم نیامدن یک جا نشدن که یک دیگر خود نشناسن و به زودی سر یک دیگر طور به اصطلاح مشکوک شوند ما باور دارم که در این جنگ بوده و این حادثه حادثه‌ای است که امروز هر خانواده از افغانستان چه سنی چه شیعه در این غم خود شریک میدانند و خود اینا را اعضای خانواده خود میدانند هیچ کس اینجا به نام مذهب کسی را از خانواده خود جدا نکرده و جدا نمی کنند به این حساب که آنچه را که ما از وطن خود و از مردم خود میشناسم و آگاهی دارم کاری که در پاکستان همیشه ناکام است امی است که پاکستان به هیچ وقت و از هر کانالی که وارد شوه نمیتانه چنین جنگی را تحت بهانه و نام مذهب در افغانستان آغاز کنه و از این بهره ببره بله آقای سرمچار چه فکر میکنید اهداف بعدی دشمنان افغانستان چه خواهد بود خب خوب است که بعضی یک اشاره تاییدی به حرفای جنرال صاحب داشته باشیم پاکستان از در طول تاریخ که با ما و در کنار ما بوده اولی که کشور دوست با ما نبوده و هیچ وقت در کنار ما نبوده ولی دولت افغانستان همیشه او را دوست گفته خب فکر نمی کنم این کلمه را همیشه به کار ببریم اگر دوران فقط محدود و منحصر به دوران جناب آقای کرزی شوه ما چندین بار چنین حرفای را از جناب آقای کرزی شنیده ایم که اونا را برادر خانده و دوست گفته و ای همیشگی نیست ما چرا قبل از آقای کرزی هم در اینجا نظامای بوده حکومتای بوده دولت مردای بوده که آنها چنین ادعای را نداشتن و نکردن خب ای فکر میکنم که گرچه من نمیگم که ما بریم به طرف دشمنی کار خوب نیست و در مقابل کس قرار گرفتن و خصومت با همسایه رفتار کردن تایید نمی کنم حرف درست نیست اما دفاع حق مسلم هر کسی هست ما باید دولت مردان ما وقتی که مسئله می سر دفاع از ارزش های اساسی و حیاتی و ملی من نباید آن کسی را که با ما همیشه دشمنی میکنه و همیشه میخواهی که این ارزش ها را
به اصطلاح به نوع نابود بکنه از ما بگیره اونا رو برادر خطاب کنیم بلد. ما با چنین کلمه بس موافقم نیستم بلد. دشمن دشمن است، مخالف مخالف است، در برابر دشمن باید تدابیر گرفته شوه و تدابیر سنجیده شوه و دشمنی که با تو میخواه و عمدن آگاهانه دشمنی میکنه اون نه با عذر و زاری برادرت میشه و نه با تضرع و نه با اصطلاح بگویم که با چنین کلمات که اصلا جایگاه خدا در چنین مسائل ملی و وطنی ندارم. چه فکر میکنید اهداف بعدی دشمنان افغانستان در افغانستان چه خواهد بود؟ خب مطمئنم که همانطوری که جنرال صاحب اشاره کردن پاکستان همیشه یکی از امیدهای یگانه امیده که دوره دوره از امید چرخه همین است که در افغانستان یک حکومت تحت کنترل خود داشته باشه، یک حکومت دست نشانده داشته باشه و از این خاطر است که همیشه پاکستان با وعده های خود صادق نیست، همیشه دروغ میگه، همیشه دروغی میکنه و همیشه قسم سوگند میخوره. علت این است که به او هدف برسه. ببین این چیزی را که من میگم که پاکستان به این هدف نمیرسه و ما به این باور دارم، او این است که مردم افغانستان هیچ زمانی، این پاکستانی ها خودشان هم میفهمن که هیچ زمانی حکومت ولو با خود هر قدر نفاق داشته باشن، روز تا بگه یک دیگر خدا بکشن، از یکن یک دیگر بگیرن، بعض هم اونا حاضر نیستن که خارجی بر مردم افغانستان حکومت کنه و اینا برن از اونا امر و نهی بگیرن، او دستور بده و اینا چنین کار در طول تاریخ در نه گذشته های ما داشتن، نه کسایی که حال موجود هستن تحمل دارن و باور دارم که آیندگانی از این نسل هم تا این اندازه زبون و ترسو نمیشه که او بره از حکومت دیگه از جای دیگه هدایت بگیره و او طور عمل بکنه. تشکر آقای سرمچه. جنرال صاحب هیگل، چرا دشمنان مردم افغانستان امروز مردم ملکی افغانستان مورد هدف قرار داد و تعداد زیاد از هموطنان ما و شما را کشته و زخمی کرد؟ مصطفی جان یه شای بگم چه سرمچه صاحب نتا سوال بکلو دادی شیا و سنی په ارتباط د پاکستان تاریخ به لاند ما بدر تو لاند بدر پاکستان خیبر ایجنسی په پښتانه دي تا ته معلومه ده په خبرې چې خیبر ایجنسی خلک د آزاد خواهه غږی پورته کړی ده د ابتدا نه چې دوی باید آزاد شي یا د افغانستان خپله افغانان ځانونه ګڼي. پاکستان لپاره دی چې د پښتنو د خیبر پختونخوا د پختنو دغه غږ یې د دې غږ دپاره چې یو موټی نه شي او متحد نه شي بې اتفاقه یې دوی کې څه شکل چې دوی کې شیعه او سنی مسئله یې راپورته کړې ده چې د لس کاله پنځلس کاله شل کاله دغه ډېره په همدغه ورځو کې په پاکستان کې ډېره شدیده مسئله ده ډېر کوشش ګوره په پلچنار کې د خیبر پښتونخوا کې په پلچنار کې د تکیهخانې یو مسجد ده د تکیهخانې مسجد منار جګ ده سنیانو هم د مسجد منار ورته جغ کړی ده چې د هغې نه د دې منار حتی لول نه وي دومره تعصبات وکړي او دوی کې اوس هم په انګو کې په ساده کې په پلچنار کې او په کراچۍ کې او په دې کې دا د شیعه او سنی جنگ روان ده او د خیبر پختونخوا د آزاد خواهۍ مسله یې په دې شیعه او سنی په اساس د بالکل بالکل محو کړې ده او بې اتفاقي پکې اچولې ده اتفاق کتاب کړې نو پاکستان د دې فورمول نه په استفادې د نن چې په افغانستان کې دغه مسله کړې ده دوی دغه فکر کوي چې په افغانستان کې هم د شیعه او سنی مسالې ته په دغه نن حرکت دوی لمن ووهي لاکن زما خواهش د افغانانو نه دا ده او انشاءالله افغانان پوه دي چې د پاکستان دې تحریک ته به شیعه او سنی لمن ونه وهل شي افغانان باید دغه پاکستان دښمنې چې پخوا یې پېژندلی اوس یې باید وپېژني او دا مسله دوی د نن چې دغه مسله دوی کړې ده دا په دې خاطر کړې ده. و چرا دشمنان افغانستان مردم ملکی را امروز مورد هدف خود قرار دادن؟
ګوره ملکی خلک خو دې دپاره چې هلته خو یم افغانان یعنی که طالب دم په نوم د افغان ده که حزب اسلامي دم په نوم د افغان ده که جلال الدین حقانی هم دم په نوم د افغان ده موږ ته خو دغه خلک راپورته کړي رامخته کړي دي شاته خپله پاکستان پاکستان په دې فکر کې ده چې که چېرته افغانستان پاکستان که افغانستان قوي دولتي قوي او د لکه د شیا او سنی خبره چې په خیبر پختونخوا کې اچولې په افغانستان کې دا چې خاص د اختلافاتو دپاره چې په افغانستان کې اختلافات موجود وي په قومونو کې قومي اختلافاتو ته لبن ووهي او افغانستان داسې ضعیف وساتي تر څو د دوی خپل خپل ارمانونه په افغانستان کې دوی تکمیل بس آقای هیگل چطور امکان دارد که موانع یا مخالفت ها در مقابل اهداف پاکستان در افغانستان ایجاد کرد؟ نو با مخالفتونه خود دغه درې لسیزې پاکستان په پا افغانستان کې مخالفتونه پاکستان ایجاد کرد مقصد از که دولت افغانستان چطور میتواند موانع را در مقابل اهداف پاکستان ایجاد کنه تا در افغانستان پاکستان موفق نشود ما دو صورتو کې د افغانستان دولت کولای شي چې دغه موانع چې د افغانستان دولت خپل قوي اداره جوړ کړي قوي اداره ولري سکتور امنیتی قوي کړي سکتور امنیتی او تر هر څه د مخه د افغانستان که ملی وحدت راولی ملی وحدت راولی او د افغانستان سرحدی مناطق پرغو سرحدی خلکونه چې د تاریخ په ودو کې همدا سرحدی خلکو د افغانستان سرحدی ساتل پرغو خلکونه لاس هو حل شي هغه خلک تشویق شي هغه خلکو سره کومک وشي هغه خلک لاس راکش کی هغه خلک منسجم کی او د افغانستان خپل امنیتی سکتور دی بوم او د افغانستان خلک د دوی په مقابل کې اختلافات کې موانیم کې دی شي او د افغانستان دفاع هم کولی دولت افغانستان در 10 سال کې نتونسته اداره قوی بسازد و سکتورهای امنیتی خود قوی بسازد و بالاخره وحدت ملی در افغانستان تحکیم بخشد چطور امکان دارد در آینده چون این انتظارات را از دولت افغانستان داشت پدی که باید نلوالا طولنه امریکا او ناتو دی افغانستان په وحدت دی افغانستان په سکتور امنیتی که تقویه او دی افغانستان په خلکو که یوالی باید د نړیواله ټولنه په دې کې د افغانستان دولت ته جدي کومک وکړي هغه تعهدات چې اوس پرون په بن کې امضا شوي دي باید دا تعهداتو ته نه دغسې تعهداتو لکه چې په اول بن کې تشوي په لیسبون کې شوي وو او په انګلستان کې شوي وو یا په ترکیه کې نه هغسې چې بیا دغه لس کاله همدغسې پاتې شي تعهداتو ته دوی توجه ونه کړي په تعهداتو وفاداري ونه کړي افغانستان هم دست پاتش تشکر بینندگان محترم بعد از خبر دوباره در خدمت شما برمیگردیم باز هم خوش آمدید بینندگان محترم آقای سرمچار دولت افغانستان دیروز در کنفرانس بان دوم برای تمام جامعه جهانی و جهانیان تعهد داد که از زندگی مردم ملکی محافظت میکند پس چرا دولت افغانستان به تعهدات خود پابند نیست و امروز تعداد زیاد از هموطنان ما توسط عملات انتحاری کشته و زخمی شدند اگر این سربان اینطور قضاوت بکنیم که پیشتر اشاره داشتیم که ما یک کشوری در حال جنگ هستیم مطمئنن در جنگ او امنیت مطلق را که ما خواستاری از او هستیم و مردم میخواهند و ما نیاز داریم حتی ای در کشورهای بسیار که در حال جنگ نیستن امنیت مطلق وجود نداره چیزی که ما داریم همی حال جنگ میکنیم و از طرف دیگه دشمنان ما حقیقتا قوی تر از ما بیاکی لکه طرف بکنیم به این کار که اونا دستشان دراستر بخصوص باز در جنگی که یک انسانی که یک انتحاری که میایی که به مشکل شناخته میشه که واقعا ای اصلا از جمله اشتراک کنندگان هست و ای دشمن هست به خاطر از این که از دور او شناسایی هم نمیشه یعنی شناخت از این مردم هم بسیار زیاد مشکل است از این خاطر است که اگر ای را باور کنیم که
کس خواسته باشه. یعنی امترین منطقه دنیا و کشور دنیا در قلب از اون میتونه با این کار انجام بده، این کار تروریستی و انتحاری و ایناره، مثل که بر ما و شما معلوم است. خب اما این به این معنی نیست که کشور ما نتانه که امنیت مردم خدا نگه بکنه. این وظیفه دولت است که امنیت جان و مال مردم داشته باشه. با تاسف که نمیتونم که چرا امروز به نظر ما اگر بگویم غفلت است باید قبول کنیم که چرا نتانستن نیروهای امنیتی ما در حالی که آگاه بودن خبر داشتن که چنین مراسم اینجا امروز در حال انجام است امنیتی از این منطقه را بگیرن که او مردم بدون ازیب یا در کنار کسی یا این تو بیا بدون تلاشی تا این نقطه برسه و دست به چنین یک عمل جانی و وحشی بزنن. ای خب وعده ها کو سر حرفای رئیس جمهور آمدیم که وعده دادن کار ساده است، شعار دادن هم کار ساده است، اما آنچه که بر انسان مشکل است واقعا این که بر وعده های خود بتانه عمل بکنه و شعارهای خود عملی بسازه. آیا ما و چیزی را که شعار میدیم، چیزی را که مدعی استیم به واقعیتش و چیزی را که تصمیم میگیریم امکاناتش داریم؟ دولت افغانستان چنین امکانات را دارد که رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس بان دوم برای تمام جامعه جهانی چنین وعده را میده؟ مطمئنن که نه. پس چرا چنین وعده را میده؟ خب باور دارم که آقای کرزی اگر اطمینان هم داده یا وعده را که داده او را با کمک جامعه جهانی داده. کل همه ما میفهمیم که ما فقط امروز با کمک های جامعه جهانی هنوز داریم زندگی میکنیم و پیش میریم و به تنهایی خود کاری را انجام داد. از این خاطر است که جلسه در اونجا دایر شد، شما وعده ها را دیدین که وعده ها در قسمت مسائل امنیتی از همون مهمتر در قسمت امنیتی بود. به چه معنی است؟ به این معنی است که کشور ما و دولت ما ناتوان هست و نمیتونه امنیت خود را تامین بکنه. از این خاطر است دنیا با ما اطمینان میدن، با ما وعده میدن که ما مسائل امنیتی را با شما کمک میکنیم، مسائل اقتصادی را با شما کمک میکنیم. از یک نقطه نظر اگر ما میسنجیم، یعنی آن چیزی را که امنیت برمیارن و به اصطلاح صلح برقرار میسازن دو چیز هستن که حتی سه چیز که ما نداریم. یکی مثلا بهترین عنصر که جنرال صاحب هست در مسائل امنیتی قدرت نظامی ماست که اونا ما نداریم. یعنی نیروهای امنیتی ما چنین قابلیت واقع ندارن که از امنیت ما و از صلح و از ارزش‌های ما دفاع بکنن. در کنار از این قدرت اقتصادی است، همه مردم ما در فقر زندگی میکنیم و دست گدایی ما به طرف همه کس دراز است. و مسئله دیگه ای که جنبه اجتماعی قدرت است که سر مسائل امنیتی رول داره و تاثیر داره. بدبختانه که این دولت امروز از دست داده، فاصله بسیار زیادی بین مردم و دولت وجود داره که مردم از این قدرت هم نمیتونسته و این اتکار هم از دست داده. پس یک دولتی که عناصر اساسی را که در مسائل امنیت و صلح اونا رول و نقش دارن و ایسه انصار که من هم گرفتم از هر سه انصار به نوع محروم است، چگونه میتونه ادعا بکنه که ما میتونیم امنیت را تامین بکنیم؟ پس اگر این ادعا شده، ما باور دارم که خب با کمک جامعه جهانی و عالم هم امیدوار استیم که جامعه جهانی همه طور که اونا گفتن ما را از این خاطر میگیم ما را تنها نگذارن، چرا ما تنهایی چیزی نیستیم که در کنار از اونا ما بتانیم از قلمرو خود، از امنیت خود، از صلح، از ارزش‌های خود بتانیم دفاع داشته باشیم تا که میرسیم به طرف خود اتکایی و متکی میشیم به خود. آقای سرمچار، شما گفتین این تهدیدها وجود داشت و ای که امروز این حمله اتفاق افتاده غفلت است. چه فکر میکنید مسئولی غفلت کی است؟ خب بدون شک مسئولین امنیتی ما و بخصوص وزارت داخله و ارگانهای به اصطلاح ارگان دیگری امنیتی ما که مسائل امنیتی را و اطلاعاتی و کشفی را پیش میبره، اونا جدا باید
نه از امروز یک دو روز پیشتر حتی 3-4 روز پیشتر باید این منطقه را امنیتش را میگرفتن و نفرهای خود جا به جای میکردن و منطقه تحت نظارت و کنترولشان میبود تا این حادثه رخ نمیداد. نه اینکه حادثه امروز رخ داده بعد از او سرکه هر جا بند است و دوستان ما راه گرفتن موتره را تلاشی میکنن. یعنی همه کسی را میفهمن که آدم خوبی در اینجا است که پیش از اینکه یک حادثه به وقوع میپیونده آدم باید برای از او تدابیری داشته باشه که از او جلوگیری کنه، اما بعد از او این معنا و مفهوم خود گم میکنه و در حقیقت از منطق دور هستم این مسئله. از این خاطر اینا بالکل وزارت داخله ما و دیگه ارگان امنیتی و کشفی و اطلاعاتی ما در اینجا به نظر ما مقصر هستن اونا که نتانستن امنیتی دوستای ما را در این مراسم بگیرن. تشکر. جنرال صاحب، دولت چرا ندانست امنیت مردم را که امروز به خاطر عزاداری و بالاخره به خاطر به جا آوردن مراسم مذهبی در یکی از نقاط شهر کابل با هم جمع شده بودند اینها را مورد هدف فتاد، چرا دولت نتانست امنیت اینها را بگیرد؟ با در نظر داشته سخنان آقای سرمچار که تهدید از قبل هم وجود داشت. آقای سرمچار صاحب خبر از مادی تایید وردی او واکن پر ځای ویلې، لکن دلته ګوره په سکتور د امنیتي کې چې کار اهل کار ته نه وي سپارل شوی، روابط په ضوابطو قوي وي او پلان ونه لري، پلان دې ونه لري او مکافات وي مجازات نه وي او کنترول نه وي او وظیفه بیرته اخیستل نه ګوره په نظامي چارو کې و دا یو وارې چې یو واقعه وشوه د هغې واقعې دپاره تدابیر نیول کېږي. موږ تاسو هره ورځ یو واقعه وینو، لیکن بعد له هغې نه د دفع دپاره بیا تدابیر څوک نه نیول کېږي ځکه چې په دې شیانو پوهېږي نه. کار اهل کار ته نه ده سپارل شوی تر څو چې دا روابط موجود وي، تر څو چې کار اهل کار ته نه وي سپارل شوی، تر څو چې دا بېسوادي موجوده وي او مکافات موجود وي، مکافات موجود نه وي، مجازات موجود نه وي او دغه بې امنیتي به دوام لري، دا به دوام لري. دولت باید متوجه شي دې ته. بله جنرال صاحب، چه فکر میکنید بعد از این حادثه های دولت افغانستان چون این تصمیم بیره خواهد گرفت که کار باید به اهل کار بسپارد و روابط بر ضوابط یعنی بالاتر بدانند، چون این کار خواهد کرد به خیر؟ نو لکه څنګه چې رئیس جمهور په بوم کې وویلې، یغه دغسې وویلې د ما د تاسو د رسنیو نه چې وویلې چې بعد د 2014 کال نه چې هغه ووځي، نو د افغانستان دولت به جدي مبارزه کوي په فساد ادارې کې. یعنی تر 2014 کال پورې خو د مبارزه یي هغه فساد یي، خو بعد 2014 کال نه بیا خوا ته جدي مبارزه کوي. نو ګوره دولت ته جدي په کار دی چې په خپلو تشکیلاتو کې تجدیدي نظر وکړي، په خپلو مقرریو کې تجدیدي نظر وکړي، کار اهل کار ته وسپاري، مکافات مجازات قوي کړي او ابتکار په کار واچوي، با تجربه خلق په کار واچوي او قطعات منظم کی او پلانونه د امنیتی تنظیم کی او بعد له هغې نه کیدای شي چې افغانان خپله او په افغانانو وحدت ملي په افغانانو کې راولي. او افغانان داسې یو خاصیت هم لري، که چېرته په افغانانو لاس راکش شي، تشویق شي، افغانان ډېر با احسانه خلک دي، افغانان د خپل دولت د خپلې خاورې د خپلې نه دفاع هم کوي. با در نظر داشت ظرفیت کنونی که نیروهای امنیتی افغانستان دارد، آیا می نیروها جلوگیری حملات امروزی را داشت و خیر؟ د ظرفیت د تلویزیون نه مونږ اورو، د تاسو نه اورو، د رسنې نه اورو، د یو قومندان نه اورو. هیڅ وخت قومندان نه وایي چې زه ضعیف یم، هیڅ وخت قومندان نه وایي چې زه کافي کفایت نه لرم. هر یو وایي چې بس زه بالکل آماده یم د کار دپاره. ولې موږ چې وینو د دې نه چې دغه لس کاله موږ ته معلومه ده افغانان په دا نن هم د امکانات نه لرل چې دی دفاع وکړي، سبا ته هم نه لري، بیا هم نه لري که په همدې رقم او دوی دا قطعت په همدې رقم فراموشه پاتې شي. تشکر. آقای سرمچار، این عمل کرده که امروز مخالفین مصالح دولت افغانستان یا بالاخره دشمنان مردم افغانستان حملات انجام دادن، چه پیامدهایی را خواهد داشت؟ خب مطمئنن اگر دولت به همین منوالی که داره پیش میره پیش بره و
با آنکه این کشور یک تجربه 30 ساله جنگی داره و هنوزم ما شاهد چنین به اصطلاح حملات ناگوار و واقعا دردناک میشیم در افغانستان. حقیقتا به ایج آدم میرسه که باید یک دفعه سر در گریبان بکنیم که با این همه تجارب و اختار پی در پی دشمنان ما که هر روزم به گوش ما میرسه و به بسر ما میرسه و این بی‌تفاوتی ما که ما بی‌پروا و بی‌باکانه در برابر از او به اصطلاح برخورد میکنیم، اگر وضع بدین منوال باشه و بدین منوال پیش بره، ما آینده را روشن دیده نمیتانم، بلکه تاریک و تاریکتر شده میره و حتی امی حالت و امی وضعیت هم ما از دست میدیم. اما خوب است که یک بار دیگه دولت مردان ما بیان و مسئولانه برخورد بکنن، امتیاز میگیرن به خاطر امی مردم، از تمام امتیازات برخوردار هستن و در برابر از این مردم مسئولیت دارن، در برابر حفظ جانی از اینا، حفظ مالی از اینا. پس چرا مسئولیت خود انجام نمیتن؟ خب مطمئنن که اگر اینا مسئولیت خود انجام میدادن و مسئولیت پذیر میبودن و در برابر وظائف خود و مکلفیت هایی که در برابر مردم افغانستان و این وطن دارن با مسئولیت برخورد میکردن، ما باور داشتم که امروز افغانستان چهره دیگری داشت، البته چهره خوبه، نه چهره بده، و وضع ما بهتر داشتیم، وضع امتری داشتیم. از این که این مردم یعنی واقعا دولت مردان ما، یعنی آدم به صراحت باید بگوید که بسیار بی‌باکانه برخورد میکنن و غیر مسئولانه برخورد میکنن و هیچ نوع به اصطلاح خود در برابر این وطن، این مردم بدبختی که به کمک از اونها، اینا کسی رئیس جمهور است و کسی معاون رئیس جمهور، کسی وزیر است و یعنی به کمک همین برای از این مردم است، اما وقتی که در مقام و جای میرسن همه چیز اینا فراموش میکنن و به انتهای بی‌مسئولیتی اینا دارن در برابر مردم و وطن برخورد میکنن، که امیدوار هستیم که اینا به خود بیاین و یک بار دیگه به رای از این مردم ارزش بدن و مکلفیت و وظایفی که در برابر از این مردم و وطن دارن مسئولانه انجام بدن تا یک آرامش وجدانی برای همه از اینا دست بدن. آقای سلمچار رئیس جمهور آمد کرزی دیروز در کنفرانس سپان یکی از دستاوردهای 10 ساله خود پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی و نیروهای افغان خواند و مقامات افغان نیست گفتند که پروسه های انتقال مسئولیت های امنیتی موفق بوده است. آیا عملکرد امروز مخالفین مسلح دولت افغانستان که عملات انتحاری را در مناطق در یکی از مناطق شهر کابل افغانستان انجام دادن، آیا واقعا اینها آماده بودند که مسئولیت های امنیتی را بپذیرن و یا خیر؟ آیا واقعا اینها کامیاب بودند؟ ببین، من مسئولیت های امنیتی را و انتقال امنیت به نیروهای افغانستان نباید فقط به یک حادثه امروز ببینیم، ما بسیار منافع خیلی بزرگ و بزرگتر از این داریم که ما امیدوار هستیم که اونا در نظر باشن که او بقا و حیات کشور و وطن و ملت ما است و دفاع از تمامیت ارضی ما است، دفاع از ارزش های اساسی و حیاتی ملی ما است، ما اونا را در نظر داشته باشیم. در جنگ چنین آدم میشه تقبل میکنه، تحمل میکنه این تلفات و با وجودی که گفتم دشمنم در کنار آدم باشه، آدم نمیتونه که دشمن دست بسته میشه قبول بکنه و بگه که دشمن است، ما هیچ چیزی از توانش نمیده، که در حالی که دشمنان ما قوی تر هستن. ما با عقیده ما خوب این پروسه ما بگویم نگویم انجام میشه، اما هیچ وقت من نمیگم که نیروهای امنیتی ما اینا از قابلیت به اصطلاح رزمی و دفاعی چی از نقطه نظر کمی و چی از نقطه نظر کیفی
اینا آمده هستند که تا بتانن از ارزش‌های اساسی و حیاتی ملی من دفاع کنند. تشکر آقای سرفچار. جمال صاحب، خودت نظر داشته تعهدات کنفرانس بنودم که کشورهای جهان برای افغانستان سپرد. چی فکر میکنید؟ های کشورهای همسایه ما باز هم میخواهد که در افغانستان تشنج و تشنج و پروسه تشنج و بدبختی را ایجاد کند و آخر؟ گوره دخو معلومه خبر ده چې امسایگان بو تشنوت د دې پروسه بو چې بون کې د تعهدات وشول لکن خپل بیامنتی او خپل په افغانستان کې دوه بو امسایگان بو لاس وانخلی یو لکن دلته یو شی بل اضافه کوم ګوره امریکا او نړیواله ټولنه د افغانستان سره د افغانستان په واسه تر اوسه پورې صداقت د افغانستان خلکو ته واضح نه ده په دې سره صداقت واضح نه ده چې په دې لسو کالو کې اول افغانستان دولت نه قوي اداره جوړ کړه او نه په افغانستان کې سکتوري امنیتي تقویه کړو نه بنیادی اقتصادي بنیادی پروژې تکمیل کړي دا یې ونه کړو او عاجل د پتن دوی دیتا آماده شول چې دغه انتقال مسؤلیت امنیتی مسؤلیت د افغانی ارګانو ته ورکړي در حال کې چې موږ ټول خالي لاس یو دغه ته دی دوی به صداقت د موږ ته دلته ثابتې دلته د موږ لپاره ما لپاره دغه څه تحلیل کړي چې امریکا غواړي چې دغه جنگي بخش د افغانستان هر څومره چې زر کېدای شي وباسي او دغه جنگي بخش افغانان متورکی چې افغانان جنگي بخش کې افغانان وي او دوی په د اقتصادي بخش کې وي او یو څه دفاعي قوت ولري د حمایه قوت اگر قوت هم یعنی داسې قوت بنی چې د افغانستان د بیامنیتۍ په باره کې یا د افغانستان د قوتو سره دوی حمایه کړي یا دوی تقویه کړي این خواست دولت افغانستان بود که آنها میگویند که ما تا اندازه تجهیز و تمویل هستیم و بالاخره آماده پذیرفتن مسئولیت های امنیتی هستیم ولی موگی چی وینو دا وقت چی وینو دا تخریبات چی وینو دا ترورستان چی وینو زوایم نه امنیتی سکتور تخویه ده نه اقتصادی موگ تنظیم ده نه ظرفیتونه لرو قطعا موگ ظرفیتونه لرو پس چرا دولت افغانستان چون این حرف را میزند بله؟ پس چرا دولت افغانستان چون این حرف را میزند و خلاف واقعیت های عینی باز هم سخنرانی می داشته باشن مقامات دولت افغانستان دولت افغانستان چه دا خبری کهی دغه د دوی که واقعا دوی امنیتي سکتور دوی تقویه وي اقتصاد قوي وي او دا په یوه اطمینان دا خبرې کوي دغه به نو د ننه معلومه شوه دا به یو پنځه میاشتې بعد هم معلومه شي دا به دوه زره غنه معلوم شي ولې زه دا وایم چې د پردې شاته به یو څوي چې افغانان وایي چې بس موږ دا ساتلی شو ولې په میدان کې هیڅ شم نشته نو زه مطمئن نه یم تشکر آقای سرمچار دولت افغانستان باید کدام تدابیر را روی دست بگیره تا در آینده همچو عملات که امروز در یکی از مناطق مذهبی و بالاخره در یکی از مناطق شهر کابل به وقوع پیوست در آینده همچو عملات اتفاق نیفتد بدون شک که خب وقت ما میتونیم که از چنین حملات جلوگیری کنیم که امو قابلیت ها و امکانات و امو پرسونل را که نیاز است ما اونا را در دسترس خود داشته باشیم و در غیر از او که مطمئن نمی شود بعد استقلالی آدم مدعی باشه که ما می توانیم چنین کاری را انجام بدیم ده سال گذشت آقای سرمچار کمک های جامعه جهانی به میلیاردها بیلیارد دلار بر افغانستان سرازیر شد ولی باز هم دولت افغانستان قابلیت ها و پرسونل را ایجاد نکرد علتش در چی است؟ خب تا حدود نمیتونیم منکری ازی باشیم که ما اردو داریم، پلیس داریم، مثلا ما به اصطلاح ارگان امنیتی و اطلاعاتی دیگه استخباراتی خود داریم اما تا جایی که معلوم هست در این حالت و حالت جنگی و بدبختانه که دشمن همسایه ما با ما دشمنی میکنن و دستشان دراز است در مسئله افغانستان و افغانستان هم با این سرحداتی که داره با این نیروهای موجود
مطمئنن که آدم نمیتونه که بگیم که همه چیز غفلت است. ایران باید اعتراف بکنیم که امین نیروهای مجید ما نمیتونن که از این سرحدات دفاع باید بکنن. باید اینا پیشترم ما گفتیم که چه از نقطه نظر کمی و چه از نقطه نظر کیفی نیروهای امنیتی ما باید تا این نقطه برسن که توان دفاع و حمایت از قلمروهای به اصطلاح افغانستان داشته باشن، سرحد خود را نگه کنن و معنی شون که دشمنان از اینجا نفوذ نکنن. تشکر از شما. تشکر مهمانان گرامی. من یک کلمه را در آخر، شما کلی سوال را ایطور کردین، خب یک بار دیگه ما میخوام که برای تمام خانواده های شهدا یک تسلیت خدا عرض کنیم و از دربار خداوند میخوام که او کسایی که زخمی شدن به زودی شفا یاب شوند و سلامتی دوباره خدا به دست بیارن. خداوند مهربان است. تشکر از حضورتان. بینندگان محترم تشکر از شما هم. تا برنامه بعد شما را بر لایک تا می سپارم.